درود به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر قسمت قبلی از خبر آلمان رو دیده باشید، خبر رو گفتیم، ترجمه کردیم و آخرش گفتیم اگر دوست داشته باشید کلمات جدیدی رو که توی کلمات یا فعل‌های جدیدی رو که توی اون ویدیو یاد گرفتید رو توی کامنت بنویسید. توی این ویدیو هم همینطور، اگر چیز جدیدی به گوشتون برخورد که تا حالا نشنیدید، اگر دوست داشتید توی کامنت بنویسید که من این رو تازه شنیدم. میگه Aldi hat es vorgemacht، میگه Aldi این رو به نمایش گذاشته. البته منظورش Aldi Süd هستش، چون من کل خبر رو دیدم و جای دیگه سرچ کردم که مطمئن بشم تو Aldi Süd بود، Aldi نرمال نیست. ما دوتا Aldi داریم، یا Aldi یا Aldi Süd، که Aldi Süd رو همه شهرها ندارن بلکه یه تعدادی از شهرها دارن. میگه Kaufland bringt besondere Glaskästen in die Filialen. Glaskästen میشه جعبه شیشه‌ای. یه ویترینای چی میگن؟ رگالای ویترینی هستن، جعبه‌های شیشه‌ای هستن، اونا رو میگن Glaskästen. Filialen میشه شعبات. Filiale میشه شعبه. خب میگه کافلند جعبه های شیشه ای خاصی رو به شعبه هاش میاره. حالا چرا میاره؟ دلیلش چیه؟ چی کار میخوان بکنن رو اینجا با هم دیگه یاد میگیریم. میگه نختم Aldi این مای اینه کوپراتسیون میدم فارمینگ نتورکس این فارم به کانت گگیبن هات. میگه بعد از اینکه Aldi، فروشگاه Aldi در ماه مای یا همون ماه می، یک همکاری خود رو با شبکه کشاورزی این فارم از خبر داد، از همکاری خودش با شبکه کشاورزی این فارم خبر داد. به کانت گیبن همون خبر دادن میشه، ارائه دادن میشه. کوپراتسیون یعنی همکاری، دی کوپراتسیون یعنی همکاری. میگه سیت نون آخ کافلند نخ، منظورش اینه که فروشگاه کافلند هم همین کار رو کرده. کنفتیگ در آینده وردن این فلیالن دس مارکتس ایم لادن گلاس کستن شتن. میگه که در آینده در شعبات فروشگاه ها این جعبه های شیشه ای رو میذارن. این دنن فریشه کرویتا انگباوت وردن، تا توش سبزی های تازه پرورش داده بشه. کرویتا در اصل میشه سبزی های معطر. فریشه کرویتا انگباوت وردن. میگه که کافلند این جعبه های ویترین های شیشه ای رو میاره، جعبه های شیشه ای رو میاره توی فروشگاهش و توش سبزی های معطر تازه پرورش میده. خب در اینجا میگه دنگ اینه کوپراتسیون میدم فارمینگ نتورکس این فارم. خب منظورش اینجا اینه که با تشکر از همکاری شبکه کشاورزی این فارم، کندن بایم انسل هندلا Kaufland künftig die Möglichkeit in den Filialen frische Kräuter wie Petersilie, Basilikum oder Minze zu kaufen. خب منظورش چیه؟ منظورش اینه که مشتریا در آینده امکان این رو دارن که توسط خرده فروشان کافلند، فروشگاه کافلند، انسل هندلا یعنی منظورش اینه که اونایی که خرده فروشی میکنن. ما یه دونه داریم گروس هندلا، گروس هندلا یعنی اونایی که بالا میفروشن، زیاد میفروشن، خیلی میفروشن. انسل هندلا یعنی خرده فروشان، گروس هندلا عمده فروشان میشه، تو فارسی میشه گفت عمده فروشان. خب میگه که مشتری ها این امکان رو دارن که تو فروشگاه کافلند در آینده سبزی های معطر
مثل پتازیله، پتازیله میشه جعفری، بازیلیکوم میشه ریحان، اودا مینس نعنا. این امکان رو دارن که تو فروشگاه کافلند، شعبه کافلند، سبزی های معطر مثل جعفری، ریحان و نعنا رو بخرن. دی دیگکت این دن لادن این گلاس کستن انگباوت وردن. اسم این سبزی ها رو برد و گفت که مستقیم توی فروشگاه در داخل جعبه های شیشه ای پرورش داده میشه. دیز گاب کافلند این اینه پرس میتایلونگ بکانت. منظورش اینه که فروشگاه کافلند این خبر رو تو خبر مطبوعاتی اعلام کرده. دی کستن شتن دن این در گموزه او دا اوبس ابتایلونگ در یویلیگن فیلیالن. میگه که این جعبه های شیشه ای، این جعبه ها تو قسمت سبزیجات یا میوه‌جات شعبات قرار داره. اینم از خبر امروز. خبر جمع کنیم یعنی این که در آینده ما میتونیم سبزی های تازه رو، سبزی های معطر رو توی فروشگاه به صورتی که مستقیم تو خود فروشگاه تو اون جعبه های شیشه ای پرورش داده میشه بخریم، نه اینکه حالا یه دونه شرکت کشاورزی توی باغ خودش، تو باغچه و گلخونه خودش درست کنه بعد بیاره به کافلند بفروشه ما بریم از کافلند بخریم. اینطوری نیست، بلکه مستقیم از توی خود کافلند همون جایی که پرورش داده میشه ما این رو بخریم. خب کلماتی رو که امروز یاد گرفتیم مثل گموزه اند اوبس ابتایلون یعنی قسمت میوه‌جات و سبزیجات. بعد دیگه گلاس کستن میشه همون جعبه شیشه‌ای، انباون میشه پرورش دادن، لیدن یعنی مغازه ها، لادن میشه مغازه، لیدن یعنی مغازه ها، دیرکت میشه مستقیم، مینس میشه نعنا، بازیلیکوم میشه ریحان، پتازیل یعنی جعفری، کرویتا میشه سبزی های معطر، مگلیشکایت یعنی امکان، امکانات، فیلیالن یعنی شعبات، فقیش یعنی تازه، انسل هندلا یعنی خرده فروشان، کوپاگاتسیون یعنی همکاری، کندنم که همون مشتریان. اینم از ویدیو امروز با کلمات جدید، امیدوارم که مورد استفادهتون قرار بگیره. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.